دوستان عزیز سلام، امروز آموزش ارتقای سایتمون رو توی الکسا میخوایم با هم دیگه پیگیری بکنیم. ما باید چه کاری انجام بدیم که رتبه سایتمون توی الکسا بره بالا؟ اگه یه سایتی دارید که تازه راه اندازی شده، مطمئنن نیازی به این دارید که بازدید کننده به سمت سایت خودتون بیارید و به این شکل رتبه سایت خودتون رو توی الکسا افزایش بدید. الکسا هم به صورت جهانی میاد بررسی میکنه که مثلا شما در کشور ایران یا در کشور ترکیه یا در کشور امریکا یا در کشور کانادا چه رتبه ای دارید و سطح بازدید مردم اون کشور از وبسایت شما چه اندازه است، از کدوم کشور شما بیشترین بازدید رو دارید، چه کلماتی باعث شده سایت شما توی موتورهای جستجو بیاد بالا و شما با چه کلماتی شناسایی شدید، بیشترین بازدید کننده به سایتتون چه سایتایی هستن، همه رو شما توی الکسا میتونید ببینید. امروز آموزش یکی از این سایتایی که کمک میکنه به ما تا بتونیم از طریق اون بازدید کننده به دست بیاریم و سایتمون دیده بشه رو با هم میبینیم و استفاده میکنیم، سایت هیتلیب. شما از طریق این سایت میتونید بعد از اینکه عضو شدید بازدید کننده به سایت خودتون انتقال بدید. این بازدید کننده باعث میشه رتبه شما در الکسا بره بالا. میتونید زمان بندی های مشخصی رو بذارید که افراد زمانی که وارد شدن بر اساس زمان بندی سایت شما رو ببینن. از چه جاهایی دوست دارید بازدید کننده به سایت شما بیاد، همه و همه توی سایت ایفلپ قابل استفاده است. خب در مرحله اول آدرس سایت رو میزنیم و باز میشه. من آدرس رو توی توضیحات این ویدیو براتون میذارم، از طریق اون لینک میتونید عضو بشید. بعد از اینکه عضو شدید میتونید از خدمات سایت استفاده بکنید. خب بعد از اینکه آدرس رو زدید باز شد، میریم قسمت ساین اپ. اینجا ایمیل خودمون رو وارد میکنیم. مثلا من میگم ما این آدرس ایمیل منه، یوزر نیم هم مثلا میشه محمود 119، یه پسورد تعریف میکنم و در این قسمت دوباره پسورد رو تکرار میکنم و گزینه ثبت نام رو میزنم. بعد از اینکه گزینه ثبت نام رو زدم، اکانت من توی سایت اکتیو میشه. خب بعد از اینکه اکانت رو ساختیم، برمیگردیم به صفحه اول سایت. ورود به سایت لاگین رو در این گوشه بالا میبینید. این لاگین رو میزنیم، یوزر پسمون رو وارد میکنیم و لاگین میکنیم. بعد از اینکه وارد شدیم وارد اکانتمون در هیتلیب، شما آیکون هایی رو میبینید اینجا که من تک به تک اینا رو براتون توضیح میدم حتما. توی این صفحه شما میتونید دو تا اکانت داشته باشید. یه اکانت معمولیه که با بازدید از سمت خودتون رتبه و زمان میگیره. یه اکانت هم هست که پریمیومه، شما میتونید مبلغ پرداخت بکنید و بعد بازدید خریداری بکنید. که خب حالا خیلی از دوستان پریمیوم میخرن و دیگه اصلا کاری به هیچی ندارن، اون سایت خودش اتومات بازدید میفرسته. یه عده‌ای هستن که خودشون میخوان بازدید بکنن. اکانت رو ایجاد کردید، لاگین میکنید، این بالا نوشته آپگرید ترافیک کوالیتی، اینو اگر بزنید شما میتونید هر چی مد نظرتون هست بسته که میخواد رو خرید بکنید. خب من ترجیحا بسته فری رو استفاده میکنم چون سرور مجازی دارم و روی سرور مجازی اکانتمو اکتیو کردم که بتونه خودش کسب درآمد بکنه. توی این قسمت فری ببینید مدت زمانی که کاربر میتونه سایت من رو ببینه بین 10 ثانیه تا 20 ثانیه است، اما توی اکانت هایی که مثلا ماهی 14 دلار هزینه بخوام بدم، 20 ثانیه تا 40 ثانیه هزینه پرداخت میشه. مدت زمان میگذره تا افراد بتونن سایت من رو ببینن. توی سایت فری من میتونم 3 تا سایت اضافه بکنم، اما تو سایت هایی که پولی هستن بین 15 تا 30 تا میتونم اکانت اضافه بکنم. پس این در مورد ارتقا که از این قسمت آپگرید میتونید مبلغی پرداخت بکنید و دیگه کاری به هیچ چی نداشته باشید. خب اینجا اکانت من رو نوشته و اینجا مدت زمانی که من به دست آوردم، یعنی امتیازی که من الان به دست آوردم 85185. این امتیازی که من دارم الان، میتونم این مبلغم رو، این تعداد زمانی که الان دارم رو میتونم بازدید کننده به سایت های خودم ارسال بکنم. خب پس این شد بازدید کننده ای که من بتونم ارسال بکنم. یه قسمتی داریم به اسم مای وبسایت در اینجا. مای وبسایت یکی از اون قسمت هایی که خیلی جالبه همین قسمت مای وبسایت، به این علت که شما میتونید وبسایت هاتون اینجا
اضافه کنی. من ببینید خودم مثلا سه تا سایت اضافه کردم، خب الان میذارم همه رو حذف میکنم که شما ببینید. من چون اکانتم فری هست، ببین سه تا سایت میتونم اضافه بکنم. خب میگم اد وبسایت، یه وبسایت رو بذارید من الان بزنم، مثلا من یه وبسایت اضافه میکنم، میگم روزانه لیمیتی که میخوام بازدید کننده داشته باشم تا 10,000 تا میتونم راحت درخواست بدم. من میگم روزی 1,000 تا میخوام. اگر من اکانتم پولی بود میتونستم بازدید کننده بگیرم از سایت های گوگل، فیسبوک، توییتر، آمازون، ویکیپدیا، اما چون من اکانتم رایگان دایرکت انتخاب میشه، یا از چه سوشیال هایی میخوایم بازدید کننده داشته باشیم اینجا میتونیم انتخاب کنیم، ولی چون اکانت رایگانه ما همون دایرکت رو انتخاب میکنیم و بعد گزینه سابمیت رو میزنیم. امیدوارم تا این مدتی که دارم بهتون آموزش میدم این اکتیو بشه و ببینید. ببینید من این سایت رو اضافه کردم، الان صفر بازدیدش. روزی 1,000 تا بازدید گفتم به من بده و از تمام دنیا هم هستی بازدیدش. اما اگر اکانت من پولی بود من میتونستم مشخص کنم، بگم من فقط بازدید کننده از کانادا میخوام یا فقط بازدید کننده از آلمان میخوام، اونجا میتونستم انتخاب کنم. خب اکانت من الان اکتیوه، اینجا میتونم کلون کنم، یعنی یک نمونه مثل همین رو دوباره اینجا ایجاد کنم. این کلون کردن یعنی یه نمونه مثل همین با همین اطلاعات رو برای من اضافه میکنه. ببینید من اضافه کردم، اضافه شد. میبینید این یکی از چیزهاییه که من الان اضافه کردم. خب من میگم یه دونه کفایت میکنه. اینجا میتونم پازش کنم، یعنی من میخوام امروز اصلا کاری نکنه، اینو میتونم بزنم پاز بشه و غیر فعال بشه فعلا تا روز بعد. خب من از مجموعه مای وبسایت که زدم، از مجموع سه تا وبسایتی که تو اکانت فری هست، یک دونه اکانت الان اضافه کردم برای این سایت. خب میریم تو قسمت ایران ترافیک که ما میتونیم اینجا ترافیکی که به دست میاریم رو ببینیم. ببینید یکی از مهمترین مزایایی که سیستم هیت لیک داره اینه که شما میتونید یه نرم افزار تحت ویندوز از طریق این سایت شما دانلود بکنید و اون نرم افزار رو توی سیستم های مختلف اکتیو کنید که بتونه بازدید کننده دست بیاره به دست بیاره. اما ببینید توی سیستم فری فقط شما دو تا اکانت میتونید داشته باشید، یعنی مثلا من این نرم افزار رو دانلود کنم فقط توی دو تا سیستم میتونم اکتیوش بکنم. الان روی یکی از سرورهای مجازی من این سیستم داره کار میکنه. ببینید 7363 تا هم امتیاز به دست آورده از طریق سرورم. خب میبینید که این امتیاز همچنان میره بالا، الان 85192. نرم افزار رو از اینجا با دانلود بکنیم و اگر دانلودش بکنید یه نرم افزار تحت ویندوز در اختیار شما قرار میگیره. بذارید من بازش بکنم. نرم افزار تحت ویندوز اینجاست، اینو نرم افزاریه که ما دانلود کردیم. این نرم افزار بعد از اینکه باز بشه یه پیام ارور داده، ببینیم مشکلش. میبندم دوباره بازش میکنم، امیدوارم که رفع بشه مشکلش. خب بعد از اینکه نرم افزار اجرا کردید ببینید با آی پی شما میاد لاگین میکنه، یوزر پس رو از ما میگیره. خب من چون قبلا وارد کردم دیگه یوزر پس از من نگرفتم، اوتومات لاگین میکنه. ببینید لاگین شد دیگه، خودش داره کار میکنه. 40 ثانیه بعد سایت بعدی رو میاره. خب من اینو مینیمایزش میکنم، اومد پایین صفحات من دیگه، خودش اتومات کاراشو انجام میده و خودش بازدید کننده میاره. دقت داشته باشید، ببینید من 7363 تا از این آی پی گرفتم و یکی هم الان اکتیو کردم. ایران ترافیک رو بزنیم الان، ببینید 85192 آخرین امتیازی که من گرفتم. الان میگه شما دوتا نرم افزار اکتیو دارید اینجا، یه دونه رو سیستم ویندوز خودم میگه همین الان اکتیوش کردم، این آی پی و این یکی هم که اکتیف. حالا هر چقدر بازدید کننده به دست بیاری اینجا برامون میزنه و ما برامون مشخص میشه چقدر بازدید کننده به دست آوردیم. خب هر چقدر ما بیشتر بازدید کننده و هر چقدر امتیاز بیشتر به دست بیاریم میتونیم بازدید کننده های بیشتری رو به سایت های خودمون بفرستیم.
و هر چقدر بازدید کننده به وبسایت های خودمون بیشتر بفرستیم باعث میشه رتبه الکسامون بالا بره. این بالا رفتن رتبه الکسا باعث میشه که به مرور زمان ما در صفحه نخست جستجوهای گوگل قرار بگیریم و اعتماد بیشتری برای مخاطب ایجاد میشه، چون میدونه اون وبسایتی که اون اول اول صفحات سرچ میشه میاد بالا حتما مزیت هایی داره که گوگل اون رو سریعتر به شما پیشنهاد میده. پس شما حتما از این سیستم استفاده کنید، من لینک رو براتون میذارم. اگر خواستید ترافیک بخرید میتونید اینجا 10,000 تا بخرید به $7. خب این 10,000 تا رو شما میتونید به راحتی خودتون با نرم افزاری که اکتیف کردید، با این نرم افزار ببینید حالا 39 ثانیه دیگه یه اعتبار ما میده، با این نرم افزار شما میتونید خودتون مبلغ رو به دست بیارید. یعنی اصلا نیاز نیست بخواد هزینه بکنید بابت خرید اعتبار، بلکه زمانی که سیستمتون روشن هست نرم افزار رو اجرا بکنید و اکتیو بشه. گفتم نرم افزار رو از تو قسمت ارن ترافیک میتونید دانلود بکنید. ارن ترافیک نمیشه دانلود فور ویندوز. اینجا میتونید نرم افزار رو دانلود کنید و یوزر پستون رو بزنید، اتومات خودش بازدید کننده براتون به دست میاره، امتیاز میگیرید و بعد میتونید اون امتیاز رو برای خودتون به وبسایت هاتون ارجاع بدید و هر چقدر بازدید کننده بره بالا رتبتون هم بالا خواهد رفت و امتیاز خوبی هم خواهید گرفت. ببینید من میام تو ارن ترافیک یه بار ببینیم، من 85 92 بودیم، اینجا یه اعتبار اضافه شده، اینجا ببینید 199 شده، 85 199,000. این کل اعتباریه که تا الان ما به دست آوردیم. این قسمت رفرال هم قسمتی که شما میتونید با دادن لینک خودتون به بقیه کمیسیون بگیرید و هر چقدر که دوستان کار میکنن یه مبلغی هم شما کمیسیون میگیرید که خود وبسایت به شما میده. و آخرین قسمت هم بخش ساپورت که میتونید با تیم پشتیبانی سایت تماس بگیرید، مشکلات خودتون بیان کنید تا حل بشه. پس اگر به فکر این هستید که بتونید یه وبسایت فوق‌العاده پربازدید داشته باشید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما هیتکلیپ رو انتخاب کنید برای اینکه بتونید بازدید کننده به سایتتون بیارید و باعث این بشه که رتبه الکساتون بره بالا. حتما از این سایت استفاده کنید. روز و شب خوشی داشته باشید. امیدوارم از این کلیپ خوشتون اومده باشه. حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغل رو هم حتما حتما بزنید تا از جدیدترین فیلم هایی که براتون آماده میشه مطلع بشید. موفق و پیروز باشید.